فرزندان خودت نامیدی، ما رو بهمون لیاقت رو دادی که خداوند فرزند خواندگان تو نامیده بشیم، وارث تمامی نیکوهای تو بشیم خداوند. خداوند وقتمون تو این جسم کمه و برای همین تو گفتی ای خداوند که آنانی که تا به آخر صبر میکنند نجات خواهند. خداوند از اینکه راهو تو مهیا کردی با خون مقدس روی صلیب سپاسگزاری و حالا منتظریم ای خداوند که به قدرت خودت ای خداوند از این دروازه باریک وارد شیم. میدونیم خداوند چیزهایی تو زندگیمون هست که از آن تو نیست، به ارث بردیم از این دنیا، از پدر مادر، از جامعه، و خداوند و اینها موانع خداوند و شناخت تو هست، موانع دیدن تو هست، موانع راه رفتن با تو هست. اما میدونیم ای خداوند تو وفادار و مهربانی و اتکای ما به توست، اعتماد ما به توست. ای خداوند امروز میخواییم به طور خاص ای خداوند برادرمون یاشار تو رو لمس بکنی ای خداوند، چون آنچه که اراده توست ای خداوند با لمس تو از زبان او برای کلیسای تو جاری بشه. آمین. سپاسگزاریم پدر، در نام مقدس خداوند و عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. 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 سلام عصرخه بگم به همه شما عزیزان خداوند. سلام بر شما. برفی بود، امیدوارم دلپای شما برفی نباشه. اگر هم هست خداوند خودش اون بهار رو در دلتون واقعا ایجاد کنه. آمین. و واقعا من بر این اعتقاد هستم که گروه پرستش و رهبری کار بزرگی رو انجام میدن برای پیغام، و اونها هم که زمین های دل ما رو شخ میزنن تا واقعا ناخالصی های دل ما بیرون بیاد و بتونیم برای پیغام خداوند آماده بشیم. و خواهش می‌کنم یه بار دیگه تشویقشون بکنید. خب چیزی که خدا در دل من قرار داده بود و خیلی اوقات خواستم ازش دست بکشم، ولی باز خداوند در شرایط مختلف من قرار داد و پافشاری کرد که واقعا اینو من در کلیسا عنوان بکنم، و امیدوارم خداوند از زبان الکن من استفاده بکنه تا بتونم اونطور که شایسته اوست پیغام رو برای شما عزیزان بازگو کنم. آمین. عنوان پیغام هست بخشش و اتحاد مقدسی. قبل از هر چیزی همه ما اکثرا میدونیم که کلیسا چی هست، و اگر نمیدونیم من برای مهمونان عزیز توضیح میدم که کلیسا چی هست و از چه چیزی تشکیل میشه. کلیسا اون نیمکتی که شما نشستید نیست، و این ساختمون هم کلیسا نیست. باید بهتون بگم که کلیسا فرد فرد شما هستید و هر کدوم از شما یک عضوی از بدن مسیح هستید، و امیدوارم که واقعا خداوند این عضو رو، این اعضا رو در کنار هم دیگه با یک اتحاد قوی نگه داره. آمین. ما اعضای بدن مسیح هستیم. رومیان باب 12 آیه 5 تا 12 رو براتون میخونم که خواهر برادر عزیزم لطف کردم خوندن، و خیلی دقیق بر هیکل و تقسیم اعضا و جایگاه های اونها صحبت میکنه، و یک اتحاد رو خداوند در این آیات نشون میده. همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. پس چون نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافق ایمان، یا خواه یا خدمت در خدمتگذاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور. محبت بیریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادران یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگر را بیشتر از خود اکرام بنماید. در اجتهاد کاهلی نبرزید، و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. در امید مسرور و در مصیبت صابر، و در دعا مواظب باشید. ما یک ضرب المثلی داریم: چو عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را
نباشد قرار. دقیقاً ردپای کلام خداوند رو در این مثال هم می‌بینیم و واقعا خوشحال هستم که خداوند همیشه کلامش مؤثر هست و میتونه حتی به کسایی که اون رو نشناختن هم بتونه براشون مؤثر باشه و بتونه پیغام خودش رو برسونه. در واقع ما به عنوان عضو یک عضو در بدن مسیح در هیکلی که تشکیل شده، همه ما با هم دیگه در خوشی‌ها باید یک اتحاد داشته باشیم، خوش باشیم، در دردها باید با هم دیگه یک دردمند باشیم، بتونیم همدیگه رو دلداری بدیم. همینطور که امروز واقعا فوت یکی از عزیزان رو شنیدیم و همه با اون دردمند شدیم و خدا داره جایگذاری های هر عضو رو داره به وضوح اینجا میگه که هر کسی جا خواندشدگی خودش رو پیدا میکنه و خدا بهش نشون میده و در همونجا قرار میگیره. شما اگر این عکسی رو که برای شما تهیه کردن، یک دیواری از آجرهای بسیار تشکیل شده اما جای یک آجر خالیه و این نشون میده که اگر هر یک از ما سر جای خودمون قرار نگیریم، در واقع نمیتونیم اون کامل بودن رو نشون بدیم، اون کامل بودن رو تشکیل بدیم. و نیاز احزاب یک دیگر برای تشکیل یک بدن. اول قرنتیان باب 12 آیه 12 تا 19 این آیات از بودی دیگر به هماهنگی اعضا اشاره میکنه که تأییدش بر رومیان باب 12 از آیه 5. من امروز از آیات خداوند برای شما این رو میخونم و آیات بسیار و امیدوارم که خسته نشید. زیرا چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدن بدین سبب از آن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودی کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود، و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بودی؟ در واقع سعی نکنیم که جای همدیگه باشیم، جای هر خدمتی رو که خدا بر ما معین کرده در همونجا ببونیم، در همونجا مثمر ثمر باشیم و هیچ وقت سعی نکنید که فکر دیگران رو با فکر خودتون هماهنگ بکنید. بذارید فکر خودتون رو با خدا هماهنگ بکنید. اگر ما واقعا خونده نشدیم که همه ما با یک فکر اینجا باشیم، ولی از زمینه‌های مختلف و فکرهای مختلف همه ما اینجا قرار گرفتیم، ولی اگر مرکز ما خدا باشه، فکر ما خدا باشه، همه ما در یک اتحاد، در یک اجتهاد میتونیم واقعا نامون رو جلال بدیم و بتونیم بدن رو به اون شکلی که شایسته بود واقعا به دنیا نشون بدیم. در همین باب از آیه 24 برای شما میخونم، از نیمه آیه میخونم براتون. بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکر دیگر باشند، و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن همدرد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او خوشی نمایند. پس خدا هیچ وقت نمیخواد در بدن خودش، در هیکل خودش یک جدایی تشکیل بشه. در واقع هیکل زمانی هیکله، هیکل زمانی اون ابهت خودش رو داره، اون کامل بودن خودش رو داره
که همه ما در سر جای خودمون قرار بگیریم و مثل یک الماس وقتی که از آسمان تابش خورشید میاد ما بتونیم اون رو از هر زاویه از هر ضلع بتونیم منعکس بکنیم به دنیای تاریکی. واقعا هر ضلع این الماس میتونه به یک جهت دیگه نور خدا رو میتونه نور خورشید رو منعکس بکنه. اگر یک شکل مکعبی رو در نظر بگیریم فقط میتونه شاید از 4 این تابش رو داشته باشه، ولی هر یک از ما در بدن مسیح نقش الماس رو در یک اتحاد میتونیم، یک کاملیت میتونیم نشون بدیم. و در همین آیه ما خوندیم که هیکل خداوند چیه؟ آیا واقعا ما عضوی از بدن هستیم یا دست و پا هستیم؟ بله. زمانی که شما با یک دست یک شخصی رو کمک میکنه که نیازمنده، در واقع دست خدا رو بر روی زمین تونستید عملکردش انجام بدید. وقتی برای قدم بشارتی برمیدارید، وقتی میرید در خیابونها بشارت میدید انجیل خداوند رو، در واقع پای خدا بر روی زمین هستید. وقتی مشکلات دیگران رو میبینید و براشون واقعا دردمند میشید و میخواد بهشون کمک بکنید، چشم خدا و همینطور گوش خدا، شما در واقع اعضای خدا هستید. فقط باید جایگاه های خودتون رو براش دعا کنید که پیدا بکنید. واقعا بذارید خدا براتون تعیین بکنه، خودتون تعیین کننده جای خودتون نباشید. آیا میتوانیم یک مسیح جدا از بدن باشیم؟ دیدگاه خدا چیست؟ اول قرنتیان باب 12 آیه 24 تا 27 که براتون خوندم، ما واقعا خیلی در یک بدن میتونیم مؤثر باشیم و واقعا دل آدم به درد میاد وقتی ما میایم اینجا و بعد از مدتی شروع میکنیم به مشکلات همدیگر رو دیدن و به خاطر همین باعث میشیم که خودمون رو از بدن منقطع بکنیم. مثل این شکلی که میبینی خیلی چیز جالبی نیست، ولی در حقیقت داره این فاجعه رو در یک هیکل نشون میده و این واقعا از دید خداوند یک چیز منفوره که بخواد شما خودتون رو از جماعت خدا دور ببینید، جدا ببینید و خودتون رو یا بالاتر ببینید یا پایین‌تر ببینید. همه ما در یک سطح هستیم، در این دنیا مسافر هستیم و در این سفر خودمون هر کدوم از ما میتونیم انجیل خودمون رو بنویسیم. هر یک از خودمون میتونیم اعمال رسولانی که در کتاب مقدس می‌بینیم رو در دنیا در زندگی خودمون به دیگر نشون بدیم. آیا شما واعظ هستید هر کدومتون؟ کسی هست اینجا جواب منو بده؟ همه ما واعظ هستیم، چون همه ما با زندگی خودمون، با رفتار خودمون، با صحبت خودمون میتونیم کلام خدا رو وعظ بکنیم در دنیایی که ما رو نمی‌شناسن. و این باید برای شما یک مژده باشه که شما میتونید برای خدا یک واعظ باشید برای دنیایی که خدا رو نشناخته. خدا از تک تک شما استفاده میکنه حقیقت خودش رو به دیگران نشون بده، بتونه نور خودش رو منعکس بکنه و بتونه اون جلال رو که واقعا جمعیت دنیا ازش غافل هستن بتونه آشکار کنه، بتونه بتابونه. چرا کارهای مهم رو به گروه‌های متحد و که بر یک باور هستن و با یک قوت میتونن پیش برن انتخاب میکنن و میدن؟ در واقع اگه شما بخواید یک کار بزرگ رو انجام بدید، هرگز نمیتونید به تنهایی یک کار بزرگ رو انجام بدید. اگه بخواید یک آسمون خراش رو بسازید، مطمئنا نمیتونید اون بیلدینگ رو اونطور که باید بسازید، یعنی اصلا نمیتونید، محاله. کسایی که میان پی رو میکنن وظیفه‌شون مشخصه، کسایی که میان فونداسیون کار رو میریزن کاملا مشخصه که یک جایگاه خودشون رو دارن و همینطور معماران میان ستون‌ها رو میچینن، دیوار ساخته میشه و همینطور میبینیم کم کم نماکارها میان، کسایی که دکور داخل رو میبندن و بعد اون ساختمون با یک همکاری دقیق، با یک نقشه دقیق میتونه اون آسمون خراش خیلی زیبا رو بتونیم ما ببینیم و اونو بسازن. در واقع اون نقشه که میتونه یک هیکل رو بسازه خود خداست و هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که ما راه بلدیم، چون در کلام خداوند میگه راه راستی من هستم. پس واقعا
نگاه ما به اون نقشه باشه. اگه نقشه رو نداشته باشیم نمیتونیم چیزی رو بسازیم، نمیتونیم راهی رو از پیش بگیریم که به اتمام برسونیم. یوشع باب 6 آیه 4 تا 5 رو برای شما میخونم. نابودی اریها در یک اتحاد چشمگیر که واقعا در اتحاد هست که پیروزی هست، در اتحاد هست که دیوارها فرو میریزه، در اتحاد هست که ما میتونیم لشکرهای بسیاری رو از پا در بیاریم. آیا برای اعتقاد هستیم که ما در یک جنگ روحانی هستیم؟ البته جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با نیروهای شرارت. بله کاملا. پس در یک اتحاده که فقط خدا میتونه کار خودش از طریق جماعت خودش انجام بده. ممکنه خداوند به یک نبی یا به یک پیغام‌آور یک پیغامی رو بده، ولی اون پیغام‌آور در یک اتحاد میتونه کار خدا رو انجام بده. همونطور که به موسی داد، همونطور که به نوح داد، حتی با اینکه 8 نفر بودن با اتحاد خودشون بزرگترین کار بزرگ خدا رو انجام دادن و تونستن یک نجات و یک بازماندی از نسل بشر داشته باشن بر روی زمین. یوشع باب 6 آیه 2 و یحوه به یوشع گفت ببین اریها و ملکش و مردان جنگیش را به دست تو تسلیم کردم، پس شما یعنی همه مردان جنگی شهر را طواف کنید و یک مرتبه دور شهر بگردید و 6 روز چنین کن و 7 کاهن پیش تابوت 7 کرنای یوبیل را بردارند و در روز هفتم شهر را 7 مرتبه طواف کنید و کاهنان کرنه ها را بنوازند و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنه را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند و حصار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود برآید. پس میگه که 7 کاهنان پیش روی قوم میرن و میگه تمامی قوم به آواز بلند میتونن حصارهای اریها رو فرود بیارن، میتونن متزلزل کنن بریزن. خدا آیا نمیتونست خودش به تنهای اریها رو بریزه؟ در واقع میتونست، میخواست قومش رو در یک اتحاد که اراده خودش پیش بره. در یک اتحاد خدا میخواد نشون میده که ما در یک اتحادی که میتونیم پیروزی داشته باشیم. اگر میخواست خدا خودش به تنهایی کارو انجام میداد میلاد الان ما در اینجا نبودیم، الان همه ما در ملکوت بودیم، یا در ملکوت بودیم یا جایی که حقیقتاً اصلا فکرش فرشن میکنم. اما خداوند در یک پیروزی میتونه قوم خودش رو با هم دیگه پیش ببره، ولی در یک اتحاد. ما در یک دنیای تاریک داریم زندگی میکنیم. اگر هر یک از ما با هم دیگه در اتحاد نباشیم، حقیقتاً از جنبه های خیلی مختلف به ما ضربه میخوره، دل ما به درد میاد. خیلی اوقات ممکنه در تنهایی گیر بیفتیم به خاطر اینکه خودمون رو جدا کرده، به خاطر اینکه خودمون نخواستیم در یک جماعت پیروز سهیم باشیم. یادتون باشه اگر هر یک از شما از بدن مسیح جدا بشید، در واقع این مسیح نیست که به شما احتیاج داره، این شما هستید که به مسیح احتیاج داره، ولی خدا از شما استفاده میکنه برای تکمیل هیکل خودش. اگه شما نرید جای شما یکی دیگه میاد کار شما رو انجام میده و خدا تعارف نداره به کسی. در اتحاد با هم دیگه باشید، اتحادی که میتونه نیروی دشمن رو به زانو در بیاره. به جایی که شما به زانو بیفتید، دست همدیگر بگیرید، بلند بکنید همدیگر رو بزنید، بتونید در یک استواری با یک قدرت و اقتدار، چون شما هر یک از شما سفیران مسیح و قوت‌های خدا بر روی زمین هستید و هر یک از شما برکت‌های خدا بر روی زمین هستید، برای همدیگه سپر باشید، شمشیر نباشید. شمشیر بودن خیلی آسونه، ولی سپر بودنه که مقاومت میخواد. شمشیر ضربه‌شو میزنه، اما سپره که میتونه نجات بده.
اعتقاد مانند زنجیری است که اگر یک حلقه آن ضعیف یا پاره شود دیگر محکم نیست. یکی از مهمترین حلقه بخشش و گذشت است که اگر این حلقه سر جاش قرار نگیره، در واقع این شکلی رو که میبینید یک شخص داره از یک حلقه خارج میشه و اون زنجیر تضعیف شده رو میبینید. اون زنجیر هرگز زنجیر نخواهد بود. زنجیر پاره میتونه باشه ولی زنجیر کامل نمیتونه باشه. به درد نمیخوره، کارایی میخوره. پس سعی کنید اگر هر یک از ما سعی کنید واقعا ضعفی داریم، با فروتنی اگر چیزی به ما گفته میشه بپذیریم و بتونیم خودمون رو در اون ضعف خودمون واقعا در دعا خونیم، در دعا مواظب باشیم، بتونیم خودمون رو ترمیم کنیم به توسط خدا، به توسط خادمین کلیسا، به توسط هر یک از ما. حتی یادتون باشه که کوچکترین فردی که کلیسا میتونه در زندگی شما مؤثر باشه، میتونه پیغام خدا رو شما میتونه از یک شخص کوچیک، حتی یک بچه 5 ساله بشنوید. سموئیل به خادم خدا پیغام خدا رو رسوند. سموئیل سن زیادی نداشت. پس فکر نکنید که پایین هستید، بالا هستید. در واقع این خداست که شما رو برمی‌آورد. آمین. داوود هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد که بخواد یک جا به عنوان پادشاه اسرائیل باشه. اما جایگاه خودش رو در خدا وقتی پیدا کرد، به قوت ایستاد. برای اون جنگید. وقتی رفت گفت به نام یهوه میرم و من به نام یهوه سر تو رو از سنت جدا خواهم کرد ای جولیات. پس جایگاه خودتون رو وقتی پیدا میکنید در همون استوار باشید و نخواهید جای یکی دیگر پیدا جای یکی دیگر بگیرید. سعی کنید با قوت نام خداوند مؤثر باشید. آمین. یادتون باشه از یه بودی به یوسف من اشاره میکنم که یوسف رو آیا برادرانش تو چاه ننداختن؟ آیا به بدترین وضع ممکن به عنوان یک برده نفروختن یوسف رو؟ یوسف چه کار کرد؟ یوسف وقتی برادرانش در قحط به اون رجوع کردن، در واقع یوسف میتونست بگه اینها مرا به بدترین وضعیت ممکن به عنوان یک برده فروختن و من میتونم اینها رو تنبیه کنم و حتی میتونم اینها رو بکشم. اما بخشش خداوند در یوسف تونست قوم اسرائیل، نسل اسرائیل رو از یک قحطی بزرگ نجات بده. اگر یوسف نمیبخشید، مطمئنن الان اسرائیلی نبود و الان اسرائیل روحانی نبود که شما ها باشید. پس بخشنده باشید. یه واعظ عزیزی میگفت، مثالی زد از متحمل شدن در دردها و سختی‌ها و اتفاقهایی میفته که ممکنه دل ما رنجور بشه. این واعظ گفتش که مثالی زد، گفت حقیقتاً ما به عنوان یک بدن باید یکدیگر رو متحمل بشیم، نه برای اینکه فقط متحمل بشیم، برای اینکه دلمون برای اون شخص بسوزه و برای جلال نام خداوند اون شخص رو برافرازیم. در واقع دستی که میشکنه اون دست رو گچ میگیرن، با باند به گردن آویزون میکنن و اون رو مواظبت میکنن. گردن سنگینی اون دست رو متحمل میشه، سرشونه ها، تمام بدن، پا، که اون بدن دو مرتبه سر جای خودش قرار میگیره. دو مرتبه در یک سلامت کامل با یک قوت مثل روز اولش. واقعا ما چقدر برای همدیگه میتونیم متحمل باشیم؟ نه متحمل که فقط متحمل باشیم، متحمل برای اینکه واقعا ببینیم برادر ما در رنجه، بخوایم کمکش بکنیم، خواهر ما در درده، بخوایم کمکش بکنیم. چقدر میتونیم؟ آیا واقعا برش دعا میکنیم؟ بارها من خودم در جایگاه قضاوت قرار گرفتم و خداوند من ببخشه. من خودم اینجا هستم، خالی از گناه نیستم. گناه های من به زیاده از موهای من هست. من حتی نمیتونم تصورش بکنم. و اگر بخوام بخشش خدا رو دریافت کنم، در واقع باید خودم بخشنده باشم. با دستی که میدی با همون دست پس میدی. پس دستهای خودتون رو به خصاصت دراز نکنید یا جمع نکنید.
کار بزرگ خدا چه بود؟ آیا ساخت زمین بود؟ یا رفتنش بر روی صلیب بود؟ که خیلی از ما فکر میکنیم خدا کار بزرگیش بر روی صلیب رفتن بود. یا آیا معجزات یا شفاهای او بود؟ همه اینها خوبه، همه اینها کار بزرگ خداست، ولی بزرگترین کار خدا این بود که برای هر یک از ما ارزش قائل شد و به خاطر اینکه ما رو ببخشه بر روی صلیب رفت. کار خود بزرگ خدا این بود که ما رو ببخشه. وقتی بخشش نباشه، خدا نمیخواست ما رو ببخشه، در واقع صلیبی نبود که مسیح بر روی صلیب قرار گرفت. مسیح زمانی بر صلیب قرار گرفت که حاضر شد ما رو ببخشه، دردهای ما رو به خودش بگیره. دردهای برادر خودمون رو هم به خوب به جسم خودمون بگیره. دردمون درد ما باشه. غممون غم ما باشه. دل ما دل او باشه. هیچ وقت با دفع کردن کسی یا رفتن کسی چیزی درست نمیشه بسید. جز این که یک چیزی رو که خدا در کنار ما قرار داده یا از دست بدی یا ما اون جماعت رو دست بدیم. همدیگر رو متحمل بشیم. به خدا من چند بار برادر خونه هم ببخشم؟ 77 مرتبه دائماً ببخش، دائماً ببخش، دائماً ببخش و باز دائماً ببخش و باز هم ببخش. بخشش، بخشش یعنی بزرگی. کسی که میبخشه در واقع کار خدا رو بر روی زمین میتونه نشون بده. شما به عنوان سفیران مسیح بر روی زمین هستید. یه سفیر نماینده یک دولته، نماینده یک کشور، و شما نماینده دولت حسین هستید. آمین. واقعا در دلهای خودمون انصاف بدیم. میتونیم سر خودمون رو در مقابل خداوند بلند بکنیم، در حالی که برای بخشش، در حالی که خود ما حاضر نیستیم ببخشیم. از نزاها دوری کنیم. از نزاها جنگ ها برمیخیزه. از نزاهاست که نفاق ها، شقاق ها ایجاد میشه. با همدیگه در یک فروتنی، در یک محبت برادرانه، ایمانداران میتونن همدیگر بنا کنن. پتک بر نداریم که هیکل خداوند رو تخریب کنیم، بلکه مصالحی رو که واقعا میتونه جایی که تخریب شده رو مثل آجوری که خالی بود جاشو پر کنه. دیوار خداوند رو در کلیسا مستحکم کنیم. آمین. بیلور نداریم زیرش رو خالی کنیم. ما حقیقتا هر یک از ما در قبال همدیگه یه حق بود که باید اون حق رو واقعا به درستی انجام بدیم. آمین. به جا بیاریم. بخششی نیست در میان شما، زیرا تا حال اول قرنتی ها باب 3 اینجا یک مقدار جا به جا شده توی پاورپوینت، از اتون اسخای میکنم تو ایمیلی پرشد که ایدو میگه جسمانی هستید چون در میان شما حسد، نزاع و جدایی هاست. زمانی که شما به همدیگه حسادت کنید وارد نزاع میشید. وقتی وارد نزاع میشید از همدیگه جدا میشید و نه به دلخوشی جدا بشید. جدا شدن به دلخوشی خیلی خوبه که حالا ممکنه یکی از این جمع به دلیلی که حالا یک مأموریت کاری یا درسی یا هر چیزی هست میره و اعضا واسش در دعا هستن در یک شادی. اما وقتی شما در نزاع با همدیگه جدا میشید، در واقع چیز کسی که پیروز شده شما نبودید. شریر در شما پیروز شده. شما به جای اینکه در روح بجنگید، در واقع در جسم و در زبان جنگید. زبان خودتون رو شمشیر کردید و در قلب برادر خودتون.
فکر میکنید قصد اینه که چاقو برداریم همدیگر رو بکشیم؟ به هیچ عنوان اینطور نیست. این یک بوده قصد. یک زمانی که شما در صحبت ترور شخصیتی بودید، در واقع یک شخصی ترور کردید. خواهش من از شما اینه که همدیگر رو تحمل کنید. اگه واقعا یک حرفی میشه، یک بحثی میشه، یک اتفاق میفته، برید در دعا با خدای خودتون و نذارید شریر، وقتی شریر اومد در ذهن شما ایجاد کرد که این به تو اینطوری کرد و جماعت‌های دنیا میان میگن برادر تو اینطوری کرد، شما رو مسخره کنن، در واقع شما به خاطر مسیح باید مسخره بشید، چون شما باید ببخشید، چون شما باید نور خدا رو پخش بکنید. مطمئناً مستهزئین شما رو مورد تمسخر قرار خواهند داد. و این چیزی که هر یک از شما در تعمید خودتون اعلام کرده که میخواهید با مسیح بمیرید و با مسیح رستاخیز کنید. آمین. پس به اون شریر بگید این مرافعه، این دعوا در بین من و برادرم هست. و خیلی اوقات ما اینطوری عمل نمی کنیم. دقیقا جایی میبریم که اشخاص ایماندار نیستن و دنیای بی ایمان میان در مورد دنیای ایماندار قضاوت میکنن در دادگاه ها. مرافعه میان برادران، اول قرنتیان باب 6 آیه 1 تا 3. آیا کسی از شما چون بر دیگری مدعی باشد جرأت دارد که مرافع برد پیش ظالمان نه نزد مقدسان؟ آیا نمیدانید که مقدسان دنیا رو داوری میکنند خواهند کرد؟ و اگر دنیا از شما حکم یابد آیا قابل مقدمات کمتر نیستید؟ آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهید کرد؟ تا چه رسد به امور دنیا و روزگار. در واقع یادتون باشه شماها در جایگاه قرار میگیرید که دنیا رو قضاوت میکنید به عنوان شاهزاده های خدا. شما هر یک از شماها شاهزاده خدا هستید و شمایید که داوری میکنید، نه الان، زمانی که خداوند وقتش رو شما بده. پس خواهشن مرافعه‌های خودتون رو به دنیای بی ایمان اعلام نکنید و در گوش صحبت نکنید. در واقع این عکس رو ببینید، وقتی شما در مورد برادر خودتون حتی با هم دیگه صحبت میکنید، اون شکل شرارت‌آمیز بینتون شکل میگیره. همه ما فکر میکنیم ما درست میگیم، ما ضعف نداریم. در واقع همه ما ضعف داریم. نبی خدا ضعف داشت، همونطور که موسی ضعف داشت، ابراهیم ضعف داشت، همه ما ضعف داریم. داوود که خدای خودش رو با تمامی دل میپرستید وارد زنا شد. چقدر چند نفر از ما اینو خوندیم؟ چیزی که واقعا منفوره از دید خدا. نه تنها زنا کرد، بلکه فرمان قتل فرمانده جنگی خودش رو داد و به خاطر این کار کرد که عاشق همسر فرمانده جنگی خودشه. آیا خدا رو بخشید؟ پس اگر ضعفی در ما هست همدیگر ببخشید. نگیم تو ضعف داری و من ضعف ندارم، یا تو این کار کردی. خواهر مینا اینجا در یکی از جلسات یه چیز خیلی جالبی رو مثال زد، اینکه یک شخصی بهش یک برگه‌ای رو نشون میده که تماما سفید بود و یه نقطه سیاه بود و به ایشون میگه که شما توی این برگه چی میبینید؟ خواهرمینا خیلی راحت گفت نقطه سیاه بود. در واقع اون همه سفیدی رو ما هیچ وقت نمیبینیم، فقط به سیاهی دل یکدیگر نفوذ میکنیم و میخوایم پس همونجا ضربه بزنیم. در واقع این خود ما نیستیم. هوشیار باشید که این شریره که میخواد از ما استفاده بکنه. خودمون رو تقدیم خدا بکنیم، با خدا عهد ببندیم، از یکدیگر نفرت نکنید. اول یوحنا
باب دو آیه نه. کسی که گوید که در نور هستم و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است. پس اگر مدعی هستیم که در نور هستیم باید بخشنده باشیم و مسیح میگه که اگر قربانی نزد قربانگاه آوردی در واقع برادرت ازت رنجوره و بین توی مرافعه هست، اول برو من اون قربانی رو نمیپذیرم چون اصلا قربانی برای من مهم نیست، اول برو بین خودتون صلح ایجاد بکن و بعد بیا اینجا قربانی خودتو بگذار. در واقع من قربانی که خونش ریخته بشه نمیخوام، من نیازی به این ندارم، من نه گشنه هستم، شما برای من قربانی بگذرانی بر روی مذبح، نه چیز دیگه. خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان وارث ملکوت خواهند شد. آمین. صلح که وراثت میاره، شما زمانی وارث میشید که بتونید یک آدمی باشید که واقعا در جستجوی این باشید که چجوری بتونم مصالحه کنم، مصالحه رو ایجاد کنم یا صلح در میان قوم خدا یا دنیا بتونم ایجاد بشم، ایجادش کنم. خدا از شما اول میخواست صلح رو ایجاد کنید. متی رو گفتم به شما، همون اگر دوست دارید یه نگاهی بکنید باش با هم بهش، متی باب 3 باب 23 آیه 25. در واقع اینطور میگه که اگر قربانی رو نزد خدا میاره و برادر از تو رنجور هست، اول برو با برادر خود مصالحه بکن، بعد بیا قربانی خودت رو به خدا تقدیم کن، چون مهم اینه که شما بتونید صلح رو ایجاد بکنید. بس یاد نمیدونم چقدر وقت دارم، وقت نمیدونم. ببخشید تا مورد لطف خدا در بخشش قرار بگیرید و برکت وارد زندگیاتون میشه. لعنت رو برای خودتون نتنید، نخواهد. میگه دو چیز رو پیش روی تو میگذارم، لعنت و برکت رو، اما من به تو میگویم که برکت رو بطلبید. در دعای ربانی که ما امشب شام خداوند رو داریم، امیدوارم که بتونیم این رو در دلهای خودمون بگیم و گناهان ما رو ببخش زیرا که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. اینو برعکس بکنیم، قرضداران خودمون رو نمیتونیم ببخشیم و تو هم ما رو نخواهی بخشید. کلام خدا میگه که مسیح برمیگرده به جماعت میگه که اگر برادر خودتون رو نبخشید به همین طور خدا با شما رفتار خواهد کرد. میگه با هر پیمانی به پیمایید بدهید با همون پیمانه بر شما پیموده خواهد شد. اگر با بخیلی بکارید با بخیلی هم درو میکنید. اگر واقعا نتونید ببخشید، دستتون برای بخشیدن نره، کم یا کم بره، در واقع شما خودتون رو در جایگاه قضاوت قرار میدید، چون در حضور خدا میگه داوری از خانه خدا شروع میشه و داوری از فرد فرد ما اول شروع میشه و بعد میرسه به قوم ها و امت ها. دائم در بخشش باشید تا گناهان شما آمرزیده شود. چند آیاتی هست میخونم و بعد به اتمام میرسونم. فیلیپیان باب 1 آیه 27 باری به طوری شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم
احوال شما رو بشنوم که به یک روح برقراری و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. و در باب 2 آیه 14 میگه و هر کاری را بدون مجادله و همهمه انجام بدید. در جشن ها و در چیزهایی که انجام میشه شما نور خداوند رو در شادی، در درخشش در چشمان خودتون پیش ببرید. افسوسیان باب 4 از آیه 1 لحاظا که در خداوند اسیر باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شدید رفتار کنید، با کمال فروتنی و تواضع حل متحمل یکدیگر در محبت باشید و سعی کنید که به یگانگی روح در رشته سلامتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شدید در یک امید دعوت خیش. در واقع در باب 11 در آیه 11 همین باب میگه و او بخشید بعضی رسولان و انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کارهای خدمتی، برای بنای جسد مسیح. خیلی سریع دارم میخونم که رد بشم. و در باب 4 همون باب آیه 15 میگه بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نمایی، در او که سر است یعنی مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته و هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی در بدن نمو کنید برای بنای خیش در محبت. در 31 میگه آیه 31 و هر قسم تلخی و غیظ و خشم، فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید، رحیم و همدرد یکدیگر باشید و عفو نمایید، چنان که خداوند مسیح شما را آمرزید. پس عزیزان، حقیقتاً ما برای یک خواندگی اینجا هستیم. پیش از بنیان عالم خداوند، قبل از که زمین و آسمان رو خلق بکنه و حتی یونیورس رو، کهکشان ها رو بتونه خلق بکنه، در واقع شما رو در ذهن خودش جلال داد و در ذهن خودش شما رو آفرید. پس به همدیگه احترام بذارید، مسیر رو در همدیگه ببینیم تا بتونیم مسیر رو بر روی زمین به دیگران نشون بدیم، بتونیم به دشمن خودمون ابلیس نشون بدیم که در واقع ما عضو متحد خودمون هستیم. آمین. با یک دعا به اتمام میرسونم و امیدوارم برکت گرفته باشید. آیا مادر خداوند میخرام اینک اینجا؟ بله. در واقع دلهای خودمون در آرمان خداوند تسلیم کنم. خداوند زنده پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم به خاطر که فرصتی رو مهیا کردی خداوند تا پیغام داده بشه. خداوند در واقع تو رو شکر میکنیم به خاطر خرامیدن در بین ما. خداوند ایمان دارم که اینجا هستی، زیرا که هرگز دروغ نمیگویی خداوند. هرگاه 2 یا 3 نفر به اسم من در یک جا جمع بشن، من در اونجا حضور خواهم داشت. و شکر برای حضورت خداوند، در میان ما بخرام و دلهای ما رو خداوند تفتیش کن. هر چی که از تو نیست خداوند به ما نشان بده و از ما بردار خداوند. باشه که در یک اتحاد و محبت با هم دیگه بتونیم این کار ملکوت رو بر روی زمین انجام بدیم. خداوند خداوند در حین خرامیدنت این پدر، در حین راه رفتنت بیماران خودمون رو به حضورت بلند میکنیم. خداوند موافق ایمان اونها رو اونا عطا کن، زیرا که گفتی بر طبق ایمانتان به شما عطا خواهند کرد. پس خداوند شفا بده، چون تو خدایی هستی که هرگز دروغ نمیگی. و خداوند مشکلات و دردهای برادران و خواهرانم رو به حضورت بلند میکنم. تو جلال بیا و ما رو کنار بزن تا خداوند رو بتونیم پشت تو حرکت کنیم. این گلده کوچک خودت رو تو جمع، چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدم. آمین. آمین.